یکی از جالبترین بدنه هایی که توی سامانه خورشیدی ما وجود داره یک ماهه که دور کیوان داره میچرخه. ماهی عجیب که اسرار مهمی رو تو خودش داره. ماه تیتان. تیتان یک جو به شدت ضخیم داره و ستاره شناسان و فیزیکدانان میگن روی این ماه آبم وجود داره. خب حالا اجازه بدیم بریم نزدیک این ماه ببینیم چه خبره. باید بدونید که کیوان یا زحل بیشتر از 140 تا ماه داره، اما بیشترشون خیلی کوچیکه. در بین اونها تیتان یا همون تایتن بزرگترین ماه این سیاره است. قطر ماه ما 3474 کیلومتره، اما تیتان 50% بزرگتره و قطرش 5150 کیلومتره و برای همین هم هست که به عنوان دومین ماه بزرگ سامانه خورشیدی شناخته میشه. ماه گانومید که یکی از ماه‌های هرمز یا مشتریه بزرگترین ماه سامانه خورشیدیه و تیتان هم پشت سرشه. اما فکر نکنید ماه‌های کوچیکیه. مثلا تیتان از سیاره عطارد یا تیر که اولین سیاره سامانه خورشیدیه بزرگتره. حالا جاذبه این ماه چجوریه؟ چون جاذبه یکی از مهمترین چیزهاییه که اگر قرار باشه روی این ماه زندگی وجود داشته باشه، جاذبه هم باید وجود داشته باشه. جاذبه هست، اما جاذبه ای 14% کره زمین، یعنی حتی از ماه هم ضعیف‌تر، چون ماه ما 17% جاذبه زمین رو داره. خب این که نشد که. ما فکر کردیم حالا تیتان یک چیز منحصر به فردیه، اما میبینیم جاذبهش که از ماه ما هم ضعیف‌تره و کنار یک هیولا مثل کیوان قرار گرفته. میدونید که کیوان خیلی از خورشید دوره و سرمای شدیدی روی اون جریان داره، پس قاعدتاً ماهش هم باید سرد باشه. روی تیتان پر از یخ و سنگه و فیزیکدانان باور دارن که زیر لایه‌های یخی این ماه اقیانوس‌های آب مایع وجود داره. پس میشه بگیم نیمی از زندگی اینجا هست، چون هر جا که آب وجود داشته باشه میتونه زندگی هم وجود داشته باشه. اما متاسفانه اینها همه تئوریه و نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که زیر این یخ‌ها آبه. در سال 1997 ناسا و سازمان فضایی اروپا ایسا مشترکاً یک کاوشگر فرستادن اون طرف، کاوشگری به نام کاسینی که باید شنیده باشید. کاسینی قرار بود هم روی کیوان تحقیق کنه، هم ماهاش هم یک نگاه بندازه، مخصوصاً تیتان. و این اطلاعاتی که ما الان داریم اینجا میگیم همش توسط کاسینی پیدا شده. تیتان برعکس کره زمین میدان مغناطیسی نداره، یعنی اگر تو مسیر طوفان‌های خورشیدی قرار بگیره نابود میشه. اما آخر عاقبت تیتان نگرانی نداره، چون مادرش که همون کیوان یا زحل باشه یک میدان مغناطیسی به شدت پرقدرت داره که تمام ماهاش هم تحت پوشش قرار داده و هر طوفانی که از طرف خورشید بیاد رد میکنه. تیتان یک طرفش قفل شده به کیوان، یعنی مثل ماه با زمین که ما میتونیم فقط یک طرف ماهو ببینیم. اما فرق تیتان با ماه اینه که تیتان هر 15 روز یه بار دور سیارش میچرخه، ولی ماه ما هر 27 روز یک بار دور زمین میچرخه. اما هر ماه نو به ماه نو بعدی 29.5 روز طول میکشه. اسم ما هم از همین مقدار گرفته شده. توجه کردین اگر کسی روی ماه باشه نور هست ولی آسمون سیاهه؟ چرا؟
برای اینکه ماه جو نداره. این آسمون آبی زیبایی که داریم میبینیم روی زمین به قدر جو زمینه که نور خورشید رو تغییر میده و این رنگ زیبای آبی رو به وجود میاره. اما اگر رو ماه ایستادیم انگار تو خلاء ایستادیم و آسمون سیاهه، اما نور خورشید به همون میرسه. اما روی تیتان داستان فرق میکنه. تیتان نه تنها بدون جو نیست، بلکه جوی داره به شدت ضخیم. به قدری ضخیمه که نمیتونی اصلا فضا یا ستاره ها رو ببینی. ولی نور خورشید وقتی به این جو میخوره، اگر کسی روی سطح تیتان ایستاده باشه، یک آسمون سبز و زرد مخلوط میبینه. ضخامت جو تیتان 7 برابر جو زمینه و این برای ماهی به اندازه های تیتان خیلیه. خیلی از دانشمندان معتقدند احتمال اینکه در تیتان زندگی وجود داشته باشه هست، اما نه روی سطح اون، اون زیر یخها. با وجود اینکه این سیاره هر 15 روز یک بار دور خودش میچرخه، اما جو غلیظش هر 9 ساعت یک بار یک دور تیتان میزنه و این یعنی طوفان‌های وحشتناک رو سطح این ماه وجود داره. حالا اصلا جو تیتان از چی ساخته شده؟ چرا زرد و سبزه؟ چون 98.5% از این جو نیتروژنه، 1.4%ش متانه و اون یک ذره باقی مونده یعنی 0.2% هم هیدروژنه. این در صورتیه که جو زمین 78% نیتروژنه، 21% اکسیژنه، 0.9% گازهایی مثل آرگونه و 0.04% هم دیوکسید کربونه. همونطور که گفتیم در جو تیتان گاز متان پیدا میشه. متان از 2 راه میتونه وارد این جو شده باشه، یکی آتش فشان و یکی هم موجودات زنده. متان وجود داره ولی این دوتایی که گفتیم مطمئن نیستیم. نمیتونیم بگیم اونجا آتش فشان وجود داره و یا اینکه موجودات زنده ای هن که متان تولید میکنن. سطح تیتان هوای به شدت سردی داره، منهای 180 درجه سانتیگراد. برای همینم هر چیزی به غیر سنگ های یخ زده. خوبه که بدونید وقتی کاسینی رو فرستادن طرف کیوان، یک سطح نشینم باش بود به نام هویگن که قرار بود بره بشینه رو سطح تیتان، چون سطح تیتان رو به هیچ وجه نمیتونی ببینی مگر اینکه وارد این جو ضخیم بشی. با فناوری اون روز کاسینی خودشو میرسونه به تیتان و این سطح نشین رو رها میکنه که بره بشینه رو سطح تیتان. سطح نشین هویگن مثل مریخ نبرد پرسیویرنس نیست که پیشرفته باشه و بره رو سطح تیتان و هر کاری دلش میخواد انجام بده. هویگن روی سطح این ماه فرود اومد و فقط تونست یک عکس ارسال کنه. همین عکسه که باهاش میشه فهمید اونجا خیلی سرده و نماشم مثل یک دریاچه باستانی میمونه که خوش شده. کاسینی سالها دور این ماه میمونه و پژوهش میکنه. اون میفهمه که روی سطح تایتن یک دریاچه بزرگ وجود داره که یخ زده هم نیست. دریاچه کراکن مار. وسعت این دریاچه 400,000 کیلومتر مربع. شاید بگی این دریاچه تو این هوای سرد چرا یخ نزده؟ باید بگیم که این دریاچه آب نیست، دریاچه از متان مایع است که تو این دما به شکل مایع باقی میمونه. ستاره شناسان معتقدند ژرفای این دریاچه بیشتر از 100 متره. فعلا توی این ماه موجود زنده پیدا نشده، آتش فشان هم که پیدا نشده، اما رشته کوه و کوه دیده میشه، حتی کوههایی که بیشتر از 3,000-4,000 متر ارتفاع دارن. کاسینی اطراف کیوان و ماهاش تحقیق کرد، کلی اطلاعات جمع‌آوری کرد، کلی در مورد این سیاره و ماهاش به ما یاد داد و بعد از 20 سال خدمت در سال 2017 بهش گفتن دیگه لازمت نداریم، برو خودتو بکش. اونم رفت خودشو کوبید به کیوان. البته کار دیگه ای هم نمیتونست بکنه. اما کار ناسا در مورد تیتان تموم نشده بود. اونها بعد از پایان مأموریت کاسینی شروع کردن طراحی یک کاوشگر جدید، کاوشگری به نام دراگون فلای.
دراگون فلای برنامه‌ریزی شده در سال 2028 فرستاده بشه به اطراف تیتان، وارد جو ضخیم این ماه بشه و مثل یک هلیکوپتر نزدیک سطح تیتان پرواز کنه و همه چی رو قشنگ ببینه و گزارش بده. ناسا میگه برنامه ریزی شده که در سال 2028 دراگون فلای فرستاده بشه به طرف تیتان، اما باید بدونید که 6 سال طول میکشه تا برسه به اونجا، یعنی 2034 اینو اونجا داریم، یعنی 3 تا جام جهانی بعدی که بیاد و تموم بشه بره دراگون فلای بالاخره میرسه به تیتان. ولی خیلی باید جالب باشه که بره داخل اون جو و مثل هلیکوپتر یا پهپاد پرواز کنه و سطح این ماه عجیب رو رصد کنه. شما چی فکر میکنید؟ دانشمندان فکر میکنن اونجا یک خبرهایی هست، برای همینم هست که این دراگون فلای هزینه بردار ساخته میشه.